با ادامه قسمت قبلی که ویژن پرو را معرفی کردیم، در این قسمت با معرفی سیستم عامل و کاربردش براتان میگیم که این محصول چه کاربردهایی داره و تشکر از شما که در این قسمت هم ما را همراهی میکنین. معرفی سیستم عامل ویژن پرو. اپل در کنار این محصول از سیستم عامل اختصاصی آن یعنی ویژن او ال رونمایی کرد. این سیستم عامل برای هیدست به شکل ترکیبی توسعه داده شده و تجربه چندین ساله اپل در توسعه آیپد او ایس، آی او ایس، مک او ایس و واچ او ایس پشت این سیستم عامل جدید قرار دارد. هنگام قرار دادن هیدست بر روی چشم، یک صفحه شامل برنامه ها پیش روی شما قرار می گیرد که می توانید آنها را انتخاب کنید. شما می توانید چندین برنامه را در کنار هم باز کنید و اندازه هر کدام بسته و نیاز تغییر دهید. جالبتر این که می توانید برنامه ها را در کنار هم یا بالای یک دیگر قرار دهید و انتخاب کنید که هر اپلیکیشن در کجای فضای اتاق قرار بگیرد. در واقع شما هنگام استفاده از ویژن پرو به طور کامل فضای اطراف و اتاق را مشاهده می کنید، مگر اینکه تصمیم بگیرید محیط اطراف را به کمک این هدست تغییر دهید. کاربرد این هدست چیل. زمانی که شما ویژن پرو را می پوشین و وارد تماس تصویری لایف می شوید، هر شخص را به صورت دلخواه روبرویتان می بینین و ای توانایی را دارین که جایش را تغییر بتین، مثلا از روبرو بیارینش و پهلویتان. صدای هر شخص هم از همو طرف دریافت می کنین و ای که باعث می شود تا جلسات حس کاملا واقعی داشته باشند و شما حین سفر هم بتوانید به صورت بسیار واقعی در جلسات حضور داشته باشید. حتی برای شما حالت در نظر گرفته شده است که می توانید مثلا نیمه از فضای اتاق را به طبیعت بکر تغییر دهید و نیمه دیگر آن را دقیقا همان طور که هست نگه دارید تا هم در مکان فیزیکی حضور داشته باشید و هم بتوانید آرامش کافی را از طبیعت به دست بیاورید. ناگفته نماند که این دستگاه با آیفون، آیپد، مک، اپل واچ و دیگر محصولات اپل سازگاری دارد و با کمک اپل آیدی اطلاعات بین این دستگاه ها جا به جا می شود. البته شاید برای شما سوال شود که در صورت استفاده از ویژن پرو صورت شما چی رقم برای دیگران نشان داده میشه. اپل در مراسم اعلان کرد که یکی از دشواری های ساخت ویژن پرو همین موضوع بوده و در نهایت این محصول میتواند با اسکن کردن چهره شما، یعنی قبل از قرار دادن هدست بر روی صورت و با کمک هوش مصنوعی، تصویر واقعی از شما برای افراد دیگر به وجود بیاورد که با تکان دادن سر و دست هم واکنش نشان دهید. کاربرد جذاب دیگر این محصول در محیط های کاری است، جایی که شما می توانید میز کار خود را خلوت کنید و تنها با استفاده از این هدست به تمامی کارهای خود برسید. در واقع با لطف ویژن پرو دیگر شما با چندین نمایشگر نیاز ندارید و تنها با نگاه کردن به صفحات مختلف می توانید فوکس محصول را از یک برنامه به برنامه دیگر انتقال دهید. جالب است بدانید که اگر هنگام استفاده از ویژن پرو به صفحه مکبوک خود نگاه کنید، این صفحه وارد فضای اتاق می شود و شما می توانید آن را با اندازه بسیار بزرگ و البته که رزولوشن 4K مشاهده کنید.
اینها همه ویژگی های هستند که ویژن پرو در اختیار شما قرار می دهد. برای نمونه شما هنگام تماشای یک فیلم ماجراجویی می توانید محیط اطراف خود را تاریک کنید یا حتی به یک جنگل جذاب تغییر دهید. شما می توانید عکس های موجود در گالری خود را بسیار جذابتر مشاهده کنید و بخصوص تصاویر پانوراما وارد دنیای واقعی می شوند و تمامی اطراف شما را در بر می گیرند. بیش از 100 گیم برای این محصول در اپل ارکید دیده می شود و شما می توانید با دسته بازی و همچنان در اندازه بسیار بزرگ این بازی ها را تجربه کنید. البته که بخش های دیگر از کاربرد های این محصول در آینده و با توسعه بیشتر آن مشخص می شود و در حال حاضر زود است که بخواهیم به تمامی استفاده های ویژن پرو بپردازیم. در قسمت بعدی عرضی که در کدام سال به بازار عرضه می شه، نحوه عمل کردش و قیمتش چقدر می باشه براتان می گیم. پس با ما همراه باشین تا قسمت بعدی را از دست نتین. دوستان شما چه فکر میکنین؟ نظریاتتان را با ما در میان بمانید و یادتان نره چینل ما را سابسکرایب نمودن، ویدیوهای ما را حتما لایک کنید.